یاران، یکی از دلایلی که رمان نویسان سراغ رمان های تاریخی میرن اینه که میخوان به این واسطه هم بیانگر گذشته باشن و هم وضعیت حال یک مسئله ای رو مطرح کنن، مثل رمان نویسایی که راجع به آینده رمان علمی تخیلی مینویسن و دارن آینده رو تصویر میکنن. توی رمان ژان چقدر شما به گذشته پرداختین و به وقایع جنگ 44 روزه سنندج و چقدر دارید به وضعیت حال کردستان اشاره میکنید؟ خب رمان ژان، قبل از اینکه من بگم که ژان یعنی درد در کردی، به معنی درد، رمان ژان رمان تاریخیه، رمانیه که از اردیبهشت سال 56 شروع میشه تا پایان اردیبهشت سال 59. منتها نقطه عطف این رمان همون جنگ، یا بهتر بگم که مقاومت 24 روزه شهر سنندجه که توسط شهر ما اون موقع، من خودم 9 سالم بود، توسط پاسدارها به مدت 24 روز محاصره شده بود. ولی خب لابلای این به اصطلاح تاریخی که من به شما گفتم، شخصیت ها هی مرتب به گذشته های دور میرن. یعنی به نحوی دانای کل به 100 سال اخیرم یه گذری داره، به 100 سال اخیرم یه نگاهی داره و بعد چون این وقایع، این انقلاب 57، این اتفاقاتی که توی کردستان اتفاق افتاد، این شخصیت های یواش یواش یاد گذشته های دور میفتن، یاد چیزایی میفتن که بیشتر خودشون دیدن، لمسش کردن در گذشته ها، که گرسنگی بوده، جنگ بوده، کشت و کشتار بوده. و حالا اگه بگم ربطش بدم به روزگار فعلی ما که در حال حاضر خب انقلاب زن زندگی آزادی در حال شدن هست، اینه که امروز نتیجه همون بحران ها و جنگ ها و اعدام های 43 44 سال پیشه که جمهوری اسلامی به محض پا گرفتنش بلا فاصله شروع کرد. این رمان یه رمان تاریخیه، ولی خب میتونه آدم های امروز هم میتونن خودشون رو در اون روزگار ببینن. فکر میکنی کتاب های شما توی ایران مجوز انتشار میگرفت یا با سانسور مواجه میشد و چرا؟ مطلقا ببینید، رمان ژان داره جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. رمان ژان داره، ببینید، خمینی در مرداد سال 1358 فرمان چیز داد، فرمان جنگ داد، و اینا ارتش و سپاه به اصطلاح کردستان حمله کردن. خب من از اون وقایع دارم حرف میزنم، از جنایت های جمهوری اسلامی دارم به اصطلاح نوشتم. قطعا جمهوری اسلامی به چیزی که خودش رو زیر سوال میبره، به چیزی که یقش رو میگیره، میگه که خب تو چرا این کارو کردی، بدون شک به همچی کاری مجوز نمیده. اصلا اصولا ماها چرا در خارج از کشور مینویسیم؟ به این دلیله که در وهله اول از سانسور بدوریم، نمیخواییم کارامون زیر تیغ سانسور بره. در وهله دوم اینه که خب ما درون و برون آزادی داریم و میخواهیم از این آزادی نهایت استفاده برای کارمون رو ببریم. ولی خب جمهوری اسلامی با سرکوب و وحشت و ارعاب همه کارا رو مسلم میکنه، از بین میبره، بعضیاشون اصلا قطع نخاع میکنه، فلجش میکنه و یه چیزی بیرون میاد که اصلا اونی نیست که توی زندگی جاری ما به اصطلاح در جریانه. پس بدون شک کارهایی که ما می‌نویسیم خوشایند جمهوری اسلامی نیست و سانسور ایشون هم خوشایند ماها نیست و کارای ما در ایران، کار من هم حالا به خودم اشاره بکنم، مخصوصا این رمان ژان به هیچ وجه در ایران مجوز چاپ نمیگیره، نخواهد گرفت با وجود جمهوری اسلامی.
به نظرتون انتشار کتاب بدون سانسور در خارج از ایران چه تأثیری بر ادبیات داخلی ایران خواهد داشت و چه تأثیری به طور کلی روی ادبیات دوره جمهوری اسلامی که ادبیات سانسور شده ای هست؟ بله، این جواب این سوال ابعاد مختلفی رو در بر میگیره. ببینید، ما در عصری زندگی میکنیم که جمهوری اسلامی باید بهش تبریک گفت. چرا؟ چون بیشتر واژه ها رو اعدام کرده، افکار رو مسله کرده، نویسنده ها رو یا خونه نشین کرده یا آواره این کشور و اون کشور کرده. خب، ما که خارج از کشور داریم می نویسیم، بدون سانسور می نویسیم، فارسی می نویسیم و واسه فارسی زبان ها می نویسیم. بیشتر این فارسی زبان ها داخل کشور، ارتباط ما با اینا خب قطعه. خب، من نویسنده ای که اینجا هستم، بیرون که میرم با زبان دیگه ای سر و کار دارم، کار می کنم، ارتباط دارم، خب با زبان و فرهنگ دیگه است. ولی اون نویسنده که تو ایرانه، وقتی که میره بیرون با همون زبانی سر و کار داره که وقتی که میاد پشت میزش میشینه مینویسه. متوجه هستید؟ خیلی تفاوت هست. پس ما با اون ارتباط هامون هست میتونیم تأثیر و تأثیر داشته باشیم. اما خب با وجود موجودی به اسم جمهوری اسلامی، این ارتباط قطع شده، این تأثیر و تأثیر قطع شده. خب اینجا خب میشه یه ابتکارهایی به خارج داد، نویسنده و ناشر میتونم به اصطلاح برخی از کاراشون رو حالا در حال حاضر یا در آینده به صورت الکترونیکی در اختیار، اگه اشتباه نکنم، در اختیار داخلی ها گذاشت. ولی خب بیشتر اون مردم، ببین، زبان و مردم داخل ایران درستش میکنن، نویسنده زبان رو درست نمیکنه. نویسنده تمام چیزایی که میگیره، المانهایی که میگیره و میشینه مینویسه، اینو از مردم میگیره، اینو از مطالعه سطح بالا. من اگه بخوام خیلی خوب بنویسم، فارسی بنویسم، باید سطح مطالعه‌ام و مطالعه فارسی رو خیلی گسترده تر بکنم که بتونم به اون لول، به اون حد برسم، بتونم بنویسم. اما اونی که تو ایرانه، خیلی از مشکلاتی که ما اینجا داریم اون با اون دست و پنجه نرم نمی کنه. منتها خب ارتباط چون قطع، اون تبادل افکار، اون تبادل کار به هیچ وجه صورت نمی گیره، کارا سانسور میشه، افکارا سانسور میشه، حرکتها سانسور میشه و در واقع زندگی درونی و برونی یه آدم نویسنده فلج میشه در خارج از کشور یه جور دیگه، در داخل از کشور یه جور دیگه. خب ما چجوری میتونیم این رو با هم پیوند بدیم؟ خب عصر تکنولوژی دیجیتال میتونه به ما یه سری کمکایی بکنه، اما این پرفکت نیست. این ما باید بیایم بریم و با اون مردم کماکان بدون واسطه، بدون سانسور در ارتباط باشیم. اما نه جمهوری اسلامی و نه اوضاع سیاسی امروز به ما این امکان رو نمیده. برای نمایش کتاب بدون سانسور چه برنامه ای داریم؟ در هلند تاریخ 19، 20 و 21 در 3 شهر، لاهه، روتردام و اوترخت، به سال نمایشگاه کتاب داریم. برای روزهای 20 و 21 که در شهر روتردام و اوترخت من در مورد کتابم میخوام صحبت بکنم، یه قسمت هایی از کتاب رو بخونم، کتاب رو معرفی بکنم و چگونگی انگیزه نوشتن این کتاب رو برای دوستداران توضیح بدم، چون این کار بسیار کار گسترده ایه، یه رمان خیلی طولانی ایه و میشه در این مورد صحبت کرد. درباره اثر بعدیتون هم به ما بگید، درباره حالا کتاب هایی که بوده و کتابی که هست چه ارتباطی با هم دارن و اینکه این اثر کی منتشر میشه. خب من کتاب های زیادی نوشتم، از فرهنگ نام ها بگیر تا چند تا مجموعه داستان، چند تا رمان. و خب کار بعدیم که در حال حاضر در حال نوشتنش هستم و نمیدونم کی تمام میشه، این یه شخصیتیه که به اصطلاح ذهنش قیچی شده است و این ذهن قیچی شده
برمیگرده، یه بخشش برمیگرده به تربیتش، یه بخش برمیگرده به جامعه که در اون مثل جامعه ایران زندگی کرده، بزرگ شده و این شخص مهاجرت کرده و این شخص با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنه. حالا من زیادم عادت ندارم در مورد کارهای آتی هم صحبت بکنم، ولی خب در این حدش بکنم کافی باشه. Thank you.